ما وارد ماه شعبان شدیم، ماه عبادت، ماه توسل، ماه مناجات. واسمع دعایی ادا دعوتک، واسمع ندایی ادا نادیتک. فصل مناجات با خدای متعال، فصل مرتبط کردن این دلهای پاک با معدن عظمت، با معدن نور. این را قدر باید دانست. این مناجات شعبانیه یک تحفه است که در اختیار ما قرار داده شده است. خب ما دعا خیلی داریم، همه این دعاها هم پر از مضامین عالی است، اما بعضی برجستگی خاصی دارند. من از امام بزرگوار رضوان الله علیه سوال کردم، گفتم در این میان این دعاهایی که از ائمه علیهم السلام رسیده است، شما به کدام دعا بیشتر علاقمندید و دلبسته اید؟ فرمودند به دعای کمیل و مناجات شعبانیه، به این دوتا دعا. امام یک دل متوجه به خدا بود، اهل توسل بود، اهل تضرع بود، اهل خشوع بود، اهل اتصال با مبدع بود. وسیله بهتر در چشم او این دوتا دعا بود، دعای کمیل، مناجات شعبانیه. وقتی انسان مراجعه میکند به این دو دعا، دقت میکنه، میبینه چقدر هم شبیه همند این دو دعا، شباهت‌های زیادی به هم دارند. مناجات انسان خاشع، مناجات انسان متوکل به خدا، که انی به نفسی واقفتون بین یدیک و قد اضلها حسن توکلی علیک فقلت ما انت اهله و تغمدتنی و عفک. امید، امید به مغفرت الهی، به رحمت الهی، به توجه الهی. بلند همتی در درخواست از پروردگار، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک. ماه شعبان یک چنین ماهیست، دلهای پاک، دلهای نورانی، دلهای جوان از این موقعیت بهره بگیرند، استفاده کنند. رابطتون رو با خدا قوی کنید.